به هر حال روابط با یک مملکتی در ایران برای دولت انگلستان، برای دولت انگلستان مهمه. بالاخره برای اینکه روابط نفت، روابط یعنی برای دولت انگلستان مهمه که بتونه اینو نگرشه. این به نظر من هم برای به ضرر دولت انگلستان و بریتانیا است و هم به ضرر ایرانه. و گاهی اوقات دولت ها واقعا مثل بچه های بعد توی مدرسه دارن رفتار میکنن و بعد یکی بشینه بهشون میگه به حقوق بشر و حقوق افراد در این ممالک واقعا تقاضای اینه داره که این دول از خر شیطون پیاده شن و بشنن من کنار بیام. افشار، طرف بریتانیایی در این مدت چه واکنشی از خودش نشون داده یا چه نشانه هایی رو بروز داده که به نظر میاد خواهان اثرگیری روابطه؟ ولی الان که ویکنده که هیچ واکنشی نشون نداده، ولی من سعی کردم با چند نفر نه تنها من، مسلمن عده زیادی از ایرانیا سعی کردن با افراد مختلف تماس بگیرن و در خصوصی، یعنی صحبت‌های خصوصی، همه قبول میکنن که این اشتباهه. منتها همیشه جریان این موضوع اینه که چطوری آبرومندانه اینو رفتار کنن که نه این طرف نه اون طرف نبازه. و این یه چیزیه که واقعا دیپلمات ها، یعنی کسایی که واردن، بعد یه راهی رو پیدا کنن که هر دو طرف حس کنن که بله با طرز احترام همدیگه به راه افتادن. حالا افشار، عضو مجلس اعیان بریتانیا و استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک با ما.